لیبی سوریه یمن بحرین، هر کس که در پی یک جواب جامع برای شورش‌های مداوم مردمی در کشورهای عربی است، لازم است فقط نگاهی به اتحادیه کشورهای عربی بیاندازد. این سازمان ناکارآمد که از سیاستمداران فرسوده منطقه تشکیل شده، دچار آشفتگی است. مهمان امروز من هوشیار زیباری، وزیر امور خارجه عراق است که احتمالاً ماه آینده میزبان اتحادیه عرب است. مردم کشورهای عربی خواهان اصلاحات هستند. چرا تعدادی از این حکومت‌ها جواب مردم را با سرکوب می‌دهند؟ هوشیار زیباری، به برنامه هارد تاک خوش آمدید. از صحبت با شما خوشوقتم. از شرکتتان در این برنامه متشکرم. کشور شما عراق قرار است به زودی رهبری اتحادیه عرب را به دست گیرد. بگذارید اول در مورد لیبی صحبت کنیم. شما شخصا حامی دخالت نظامی خارجی در لیبی بودید. آیا نتیجه کار همانطوری است که شما امید و انتظارش را داشتید؟ در واقع عراق همراه با بقیه کشورهای عربی و کشورهای عضو اتحادیه عرب در کنفرانس پاریس و کنفرانس لندن شرکت کرد. در حقیقت ما از ایجاد منطقه پرواز ممنوع حمایت کردیم تا از شهروندهای لیبی حفاظت کنیم. ما تو عراق تجربه زیادی در این امور داریم. اینکه این کار واقعا جون انسان‌ها رو نجات داد، ولی این کار به تنهایی منجر به تغییر رژیم نشد. شرایط در لیبی عملا متفاوته. ممکنه جنگ تو اونجا به بن‌بست کشیده شه، مگه اینکه تغییراتی در وضعیت موجود پیش بیاد، و به نظر نمیرسه که هیچ تغییری هم اتفاق بیفته. به خاطر همین ما می‌بینیم که هنوز در بعضی شهرها جنگ ادامه داره. اینکه نیروهای مخالفان عقب نشینی میکنن و نیروهای قذافی شهر رو میگیرن. من فکر نمی‌کنم منطقه پرواز ممنوع به تنهایی نتیجه مطلوب رو به دنبال داشته باشه. نیاز به اقدامات بیشتری هست. ولی اعضای ناتو و کشورهای دیگه تمایلی ندارن تعهد بیشتری بدن. این برداشت ما از وضعیت لیبیه، یعنی متاسفانه میبینیم عده کشته شدگان غیر نظامی بیشتر میشه، همینطور درد و رنج اونا. این برای همه خیلی ناامید کننده است. میگویید نیاز به اقدامات بیشتر است؟ معنیش این است که شما در عراق از ایده گسترش دخالت نظامی حمایت میکنید؟ حالا چه به شکل اعزام نیرو؟ یا ارسال سلاح به مخالفان حکومت؟ فکر میکنید چه اقدامات دیگری باید انجام داد؟ ما واقعا نمیخوایم در این مورد قضاوت کنیم. ما شاهد رنج مردم هستیم و با آنها همدردی میکنیم. ولی برای تغییر شرایط و تغییر تعادل در وضعیت موجود قطعا لازم است اقدامات بیشتری از ایجاد منطقه پرواز ممنوع انجام داد. تنها راهی که با آن میتوان وضعیت را تغییر داد این است که یا نیرو به منطقه اعزام کرد، یا به مخالفان سلاح رساند، یا دست به عملیات مخفیانه زد. بعضی از این اقدامات احتمالا همین حالا هم دارد صورت میگیرد، ولی تا آنجایی که من اطلاع دارم و این را می شود از بیانیه رهبران ناتو یا رهبران کشورهای دیگر و آمریکا فهمید، هیچ کس تمایل و رغبتی برای درگیر شدن بیشتر در یک جنگ تمام عیار دیگر را ندارد. رهبران احتیاط به خرج می دهند به خاطر تجربه های قبلی مثل عراق و افغانستان، ولی شما نمی توانید که به اصطلاح یک نیمه جنگ داشته باشید. خوش از زیباری، این گفته شما جالب است. منظور شما این است که کشورهای عربی عضو اتحادیه عرب مایلند دخالت نظامی کنند، از جمله اینکه نیرو به منطقه ارسال کنند. خیلی از کشورهای عربی حتی مایل نبودند برای عملیات منطقه پرواز ممنوع هواپیما در اختیار ناتو بگذارند. آیا شما می گویید که کشورهای عربی حاضرند سربازانشان را به جبهه جنگ در لیبی بفرستند؟ نه، اصلا اینطور فکر نمی کنم. آنها حتی از قدم های خیلی کوچکی که همبستگی آنها با جامعه بین المللی را نشان بدهند دریغ کردند. تا جایی که من به خاطر می آورم و اطلاع دارم، هیچ کشوری نمی خواهد نیروی به لیبی بفرستد. این جنگ، جنگ نیروهای قذافی و مخالفان در زمین خواهد بود، جنگی که در افق آن یک بن‌بست احتمالی دیده می شود. متاسفانه ممکن است بر سر مسئله لیبی یک اختلاف دو دستگی به وجود بیاید، دو دستگی بین شرق و غرب، چیزی که هیچ کس آن را نمی خواهد، نه مردم لیبی، نه کشورهای عربی و نه اروپا.
آیا شما بین قذافی و صدام حسین تشابه می‌بینید و به این دلیل نتیجه‌گیری می‌کنید که اوباما و سارکوزی و کامرون می‌خواهند تحت هر شرایطی که شده قذافی از قدرت کنار برود؟ اینکه قذافی برود یک بحث است، اینکه او را مجبور کنند که برود بحث دیگری است. البته بهتر است که همیشه روی خوب سکه را ببینیم، یعنی آرزو کنیم این جریان به نتیجه خوبی برسد. ولی واقعا شرایط لیبی با شرایط آن زمان عراق فرق می کند. امکان نداشت بتوان صدام را از قدرت برکنار کرد مگر با استفاده از نیروی جبر کامل و قدرت آمریکا و بریتانیا و اعضای دیگر ائتلاف. ایجاد منطقه پرواز ممنوع در عراق برای سال 1991 تا 93 بود، ولی تا سال 2003 طول کشید. ولی جنگ بزرگ و تمام عیاری لازم بود تا بتوان صدام را از قدرت برکنار کرد. فکر میکنید نظر آنها چیست؟ این که ما دست به یک مداخله نظامی نیمه کاره زده ایم که میتواند به بنبست بکشد و تأثیر مخربی بر لیبی داشته باشد و سالهای زیادی هم ادامه پیدا کند؟ خب این در واقع یکی از سناریوهاست. قذافی تمام مدت گفته که تا آخرین گلوله می جنگد. او از حق و مقام خودش نمی گذرد. درخواست برای ترک قدرت را قبول نمی کند و می گوید که آنها باید لیبی را ترک کنند. فکر می کنم این یک نمونه کامل از وضعیتی است که ممکن نیست که او یا اطرافیانش با میل و خواسته خود قدرت را کنار بگذارند. برای همین است که احتمال یک بنبست وجود دارد با پیامدهای بیشتر برای لیبی و برای منطقه. بله، منطقه. دقیقا بگذارید در مورد منطقه صحبت کنیم. اینطور به نظر می رسد که در سیاست کشورهای عربی صداقت وجود ندارد، آنطور که در هفته ها و ماه های اخیر خودش را نشان داد. ما می بینیم که کشورهای عربی عضو اتحادیه عرب با هم همصدا شدند تا از مداخله در لیبی حمایت کنند. در این حال می بینیم که خیلی از همین کشورها همزمان اعتراضات مردمی خودشان را سرکوب می کنند. این در حقیقت یکی از ویژگی‌های منطقه است که در برخورد با شرایط مشابه استانداردهای دوگانه دارند و تبعیض قائل می‌شوند. تنها سیاست موثق و معتبری که باید در پیش گرفت این است که یک دست و بدون تناقض برخورد کرد، حالا چه در مورد لیبی باشد یا در مورد یمن، سوریه، بحرین و مصر. ولی خب واکنش کشورهای عربی و منطقه از یک مورد به مورد دیگر متفاوت است. شما خودتان می‌دانید، شما یک گزارشگر با تجربه هستید و در مورد منطقه گزارش تهیه کردید و این جزئیات را می‌دانید. بله، این درست است. من سالها روی خاورمیانه کار کردم، ولی کمتر نخست وزیر را به یاد می‌آورم که حرفای نخست وزیر شما را زده باشد. نوری المالکی در 2 آوریل گفته است هر تصمیمی که برای لیبی گرفته می‌شود باید شامل همه حکومت‌هایی شود که مردم خودشان را سرکوب می‌کنند. و گفت عملکرد ها نباید گزینشی باشد. معمولا این نوع اظهار نظر بی پرده را در کشورهای عربی نمی شنوید. ولی سوال این است که آیا نظر او در این مورد جدی است؟ فکر می کنم عراق این را تجربه کرده است. مردم عراق تحت دیکتاتوری و قساوت صدام حسین رنج زیادی را تحمل کردند. قساوتی که رسانه های داخلی آن را ضبط کرده و مطمئنا جهان هم آن را ضبط کرده. فکر می کنم بعد در همه کشورها برخوردی یک دست و مشابه داشت. ما از مردم حمایت میکنیم، از آزادی مردم حمایت میکنیم، از آمال دموکراسی خواهانه مردم حمایت میکنیم. آنچه که مردم حالا در صنعا یا مصر یا سوریه میخواهند چیزی است که مردم عراق آن را به دست آوردند. ما آن را از راه سخت و پرپیچ و خمی به دست آوردیم، اشغال کشور، تروریسم، مداخله نظامی، تا بتوانیم دموکراسی را در کشور برقرار کنیم. به همین دلیل ما با آنها بله بله جناب وزیر، این نکات اندازه‌ای درست است، ولی فراموش نکنیم که در ماه فوریه شما در عراق روزهای پرآشوب و ملتهبی داشتید. بر اساس گزارش‌های گروه‌های حقوق بشر، نیروهای شما حدود 20 نفر را کشتند. آنها خواهان حکومت بهتر و بهبود خدمات و از بین بردن فساد بودند. سربازان شما هم به روی مردم تیراندازی کردند.
نه، فکر میکنم بیشتر کشورها آمادگی این نوع جنبش های اعتراضی را دارند. ولی شما یک چیزی را فراموش نکنید که تظاهر کنندگان عراقی خواهان اصلاحات، خدمات بهتر و حکومت سالمتری بودند. آنها علیه فساد و عدم خدمات مناسب تظاهرات کردند. این یک واقعیت است. ما به تظاهرات صلح‌آمیز آنها برای بیان خواسته هایشان احترام گذاشتیم. حتی هر جمعه در مرکز شهر، در بغداد و شهرهای دیگر تظاهرات برپا می شود. البته چند مورد درگیری و خشونت هم داشته ایم، ولی این یک روال همیشگی و امر روزمره نیست. قانون اساسی عراق به این آزادی های اساسی احترام می گذارد و همین است که عراق را از خیلی از کشورهای همسایه متمایز می کند و کار حکومت عراق را راحت تر. اگر به کشورهای منطقه نگاه کنیم، برای مثال آینده‌ای برای اتحادیه عرب نمی‌بینیم. من در مقدمه گفتم که شما امیدوارید میزبان نشست بعدی اتحادیه عرب باشید که در 10 و 11 ماه می برگزار می‌شود. این عملاً شروع ریاست شما برای این اتحادیه خواهد بود. کشورهای حاشیه خلیج فارس از دست نوری المالکی خیلی عصبانی هستند. از بیانیه او مبنی بر اینکه با بحرین هم مثل لیبی برخورد شود. آنها گفتند که در این نشست شرکت نمی‌کنند. انگار نشست لغو شده. فکر میکنم اتحادیه عرب اخیراً با مشکل ترین درس ها و چالش ها در تاریخ خودش روبرو بوده، یعنی از زمان تأسیس آن در اواسط دهه 1940 که یک سازمان برای پوشش کشورهای عربی و خانه عرب بود. ولی در جریان این بحران ها کشورهای اتحادیه عرب پیشاپیش همه موضع صریحی گرفتند. آنها از مداخله نیروهای بین المللی در لیبی برای حفاظت از غیر نظامیان حمایت کردند. آنها از مردم معترض مصر که خواهان اصلاحات و تغییرات دموکراتیک بودند حمایت کردند و در زمینه‌های بسیاری دیگر. ولی در هر حال عملکرد آنها محدود بوده، چون نهایتاً این سازمان سازمان کشورها و حکومت‌های عربی است، نه سازمان مردم عرب. عراق بر اساس قوانین اتحادیه عرب ریاست آن را به دست خواهد گرفت. نشست اول قرار بود در ماه مارس در بغداد برگزار شود و بعد به تعویق افتاد، یعنی به 10 و 11 ماه می. دلایلی وجود دارد که شرایط برگزاری نشست را نامناسب می کند. مثلا این تظاهرات و جنبش های اعتراضی و انقلاب ها و تغییر رژیم در بعضی کشورها. ما باید فرصت دهیم که شرایط کمی ثبات پیدا کند تا بتوانیم نشستی مؤثر برگزار کنیم. به نظر نمی رسد کسی بخواهد نشست حالا برگزار شود، چون برای همه خیلی مشکل و خجالت آور است. می توانم به طور مشخص سوریه را مثال بزنم. گروه های حقوق بشر گفتند که نیروهای امنیتی بشار اسد حداقل 200 نفر را کشتند. آیا فکر می کنید این کشورها که تا حالا اصلا یک دست و منسجم عمل نکردند، حالا باید حداقل یک سری تحریم های تنبیهی بر حکومت سوریه اعمال کنند؟ خب من فکر میکنم که سیاست اتحادیه عرب باید یک دست و بی تناقض باشد، یعنی در قبال تک تک کشورهای عربی سیاست یک دستی اتخاذ کند، حالا چه عراق باشد، چه سوریه، چه اردن، چه یمن، چه بحرین. ولی کشورهای عربی واقعا دچار قید و بندهای خودشان هستند. شما بهتر از هر کسی می‌دانید که ساختار اتحادیه عرب اخیرا توسط دبیرکل آن بازبینی شده، ولی هنوز در آن حدی نیست که مردم از این اتحادیه انتظار دارند اینکه به عنوان یک سازمان منطقه‌ای موثرتر عمل کند. به نظر ما نشست اتحادیه عرب یک ضرورت است و به نظر خیلی از روشنفکران و رهبران عرب هم برگزاری یک نشست ضرورت دارد. در حالی که اروپایی‌ها با هم می‌نشینند تا در مورد لیبی یا سوریه بحث کنند، چرا نباید رهبران کشورهای عربی با هم جمع شوند تا چالش ها و مشکلات مشترک موجود را مطرح کنند؟ این یک سوال اساسی است. من دلیلش را میگویم. دیگر هیچ کسی رهبران کشورهای عربی را جدی نمیگیرد. متاسفانه حکومت های عربی در منطقه اعتبار خودشان را از دست داده اند، چون به وضوح میبینیم که آنها حاضر نیستند به خواسته های مردمشان گوش دهند. فکر میکنم حالا دیگر دارند گوش میدهند. مردم کوچه و خیابان که در مصر، تونس، یمن، سوریه، بحرین و اگر بخواهید بگوییم در عراق هم جنبش های را شروع کردند، آنها حکومت های خودشان را مجبور کردند که خیلی جدیتر با آنها گوش بدهند و این جنبش ها منجر به تغییر چند رژیم شد. بعضی ها صلح‌آمیزتر و بعضی با خشونت، ولی من فکر می کنم که مردم حرفشان را زدند و کسی نمی تواند جلوی این جنبش را بگیرد. برای همین ما در عراق بیشتر احساس راحتی می کنیم، چون ما نسبت به بقیه کشورهای عربی منطقه در وضعیت بهتری هستیم. به این مسئله برمیگردیم، چون
این ادعای بزرگ است. ولی در مورد اینکه نمیتوان جلوی این جنبش ها را گرفت، بگذارید به یک مورد خاص اشاره کنم، به بحرین. این مخصوصا برای شما در عراق اهمیت دارد، چون شما با بحرین پیوند دارید، از این جهت که اکثریت مردم بحرین شیعه هستند و ریاست حکومت شما هم در دست یک شیعه است. به نظر میرسد که عامل فرقه ای در اظهار نظر آقای مالکی نسبت به رخدادهای بحرین تاثیر داشته و همینطور در تنش های جدیدی که بین حکومت عراق و بقیه کشورهای حاشیه خلیج فارس بر سر این موضوع به وجود آمده است. این حقیقت دارد؟ خب وضعیت بحرین پیامدهایی در خارج از مرزهای این کشور داشته. باید این واقعیت را قبول کرد. این فقط مسئله حکومت بحرین و مخالفانش نیست. بله، مسائل فرقه هم آنجا وجود دارد که باید داخل کشور بحرین و در جامعه این کشور با احترام به استقلال و تمامیت ارضی این کشور و از طریق گفتگوی مسالمت‌آمیز حل شود. نورالملکی حرف تکان دهنده ای زد. او گفت با توجه به تصمیم عربستان سعودی برای حضورش در بحرین، این کشور ممکن است وارد یک جنگ فرقه ای شود. البته این تصمیم به بحرین بود که از عربستان سعودی دعوت کرد و تانک های سعودی وارد بحرین شدند. شما وزیر امور خارجه هستید. واقعا به این گفته اعتقاد دارید؟ این گمان به وجود آمد که نیروهای عربستان به عنوان نیروهای پشتیبان وارد بحرین شدند تا نظامیان بحرین بتوانند روی تظاهرات تمرکز و آن را کنترل کنند. خب چنین اقداماتی این نوع پیام‌ها را می‌رساند، ولی توجیه‌های دیگری هم وجود دارد. اینکه این یک پیمان دفاعی است و حضور نیروها تحت معاهده شورای همکاری خلیج فارس GCC صورت گرفته. ولی آنچه که در بحرین اتفاق افتاد روی عراق تأثیر گذاشت و مردم را به خیابان‌ها کشاند. برای اولین بار بعد از چند سال کسی مثل آیت الله سیستانی که از رهبران اصلی شیعه در جهان است علیه این مداخله نظامی صحبت کرد و این پیامدهایی برای نورالملکی حکومت و مردم داشت و منجر به تظاهرات عراق شد. در جاهای دیگر هم همینطور. ما نمی‌خواهیم به بحرینی‌ها دیکته کنیم که چه باید بکنند و چه نباید بکنند. بحرین کشور آنهاست و آنها بهتر از هر کسی می‌دانند چه باید بکنند. ولی در هر حال برای عراق پیامد داشته و اینها موضوعات حساسی هستند. با احترام به گفته‌های شما، ولی علت آن یک بدگمانی است که عربستان سعودی و کشورهای عربی دیگر سنی به شما و حکومت شما دارد. البته خود شما کرد هستید، ولی ریاست حکومت شما دست یک نفر شیعه است. آنها زنین هستند که حکومت شما خیلی با ایران کنار آمده و چون ایران خیلی در دفاع از جامعه شیعه بحرین سرسخت و سمج است، برای همین هم مالکی چنین موضعی گرفته است. به یک معنا اساساً حالا حکومت بغداد کاملا تحت نفوذ ایران است. این به هیچ وجه درست نیست و من این ادعا را کاملا رد می کنم. عراق کشور مستقل و خودکفاست. قانون اساسی خود را دارد و حاکمیت خود را. بله، ما با ایران دوست هستیم. ما در حال جنگ با ایران نیستیم، آنطور که در دوران صدام حسین بود. ما سعی می کنیم که روابطمان را با هم بهبود ببخشیم و خاطرات جنگ و تعرض و دشمنی بین دو ملت و دو کشور را فراموش کنیم. این چیزی است که افشاگری‌های ویکی‌لیکس آمریکا حاکی از آن بود. اینکه یکی از دیپلمات‌های ارشد وقت آمریکا در بغداد نوشته بود که چطور حکومت ایران از طیف‌های از رهبران عراق استفاده می‌کند تا صحنه سیاسی، مذهبی، اجتماعی و اقتصادی عراق را به میل خود شکل دهد. ایران یک قدرت منطقه‌ای است. بیایید این واقعیت را بپذیریم. ایران تا اندازه‌ای نه فقط در عراق بلکه همه جا نفوذ داشته. احتمالاً در کشورهای خلیج فارس، در لبنان، در سوریه، در آسیای میانه و همانطور که دیده‌ایم در آفریقا. این چیزی است که ایران می‌خواهد. ولی اینکه ایران در عراق نفوذ داشته باشد یا اینکه سیاست‌های عراق را با میل و آرزوی خود شکل دهد، من کاملاً این مسئله را رد می‌کنم. ما با ایران دوست هستیم. همینطور با کشورهای GCC، با کویت، با بحرین، با عربستان سعودی. ولی خوب، دوستی شما آنطوری هم که می‌خواهید با بعضی کشورها خوب نیست. بگذارید به موضوع دیگری بپردازیم. برگردیم به ادعای شما در ابتدای این مصاحبه که عراق نسبت به کشورهای عربی از لحاظ اصول اخلاقی در موضع بالاتری قرار دارد. چون شما گفتید که در عراق دموکراسی دارد عمل می‌کند. مشکل اینجاست که نشانه‌های نگران کننده ای از گرایش‌ها و رویه‌های مستبدانه در حکومت شما دیده می‌شود. اینطور نیست؟ قطعا همینطور هم خواهد بود. ببینید، فرهنگ مردم و جامعه، طرز فکر عمومی و دیوان سالاری که ما به ارث برده ایم.
آقای زیباری، شما نمیتوانید تقصیر را گردن فرهنگ بیاندازید. وقتی آقای مالکی سعی میکند قدرت را هرچه بیشتر متمرکز کند، نظام قضایی و نیروهای امنیتی را کنترل کند، این ربطی به فرهنگ ندارد. مربوط به اشتیاق او به قدرت است. نه نوری المالکی و نه کس دیگری نمیتواند رهبر منفرد و یگانه عراق باشد. عراق پارلمان دارد، قانون اساسی دارد، تقسیم قدرت دارد، رسانه و شبکه اجتماعی دارد. مالکی به طور روزمره از طرف مردم عادی به چالش کشیده می شود. همینطور در رسانه ها، در تلویزیون، در روزنامه ها. او نمیتواند به یک شخص مستبد دیگر تبدیل شود و همه چیز را تحت کنترل خودش درآورد. متاسفانه اطلاعات نشان می‌دهد این دقیقاً همان چیزی است که او برای آن تلاش می‌کند. شما گزارش عفو بین‌الملل در مورد کشورتان را خوانده‌اید؟ در مورد همین اعتراضات خیابانی اخیر، حکومت شما متهم به استفاده بیش از حد از قدرت شده است. محاصره معترضان و حملات هدفدار و فعالان و شکنجه و بدرفتاری و اعمال خشونت. این ادعاها توسط گروه بین‌المللی مستقل حقوق بشر علیه حکومت شما نوشته شده است. من خودم قبلا عضو عفو بین الملل بودم. من خودم هم قربانی بودم. همینطور المالکی و کسان دیگری که قربانی نقض حقوق بشر بودند. شما بهتر از هر کس دیگری میدانید، چون حوادث عراق را دنبال کرده اید و گزارش داده اید. بله، موارد نقض حقوق بشر وجود دارد، ولی راه های مقابله با آن هم وجود دارد. ما به فعالان امکان دسترسی داده ایم. آنها وزارت حقوق بشر دارند و کمیسیون دیگری هم برای فعالان تشکیل خواهد شد. ناظران حقوق بشری داریم. همینطور دوره‌های آموزشی، مثلا توسط اتحادیه اروپا. این در واقع فرایندی است که ما به آن نیاز داریم تا بتوانیم به حقوق بشر در همه زمین‌ها احترام بگذاریم. بدون احترام به حقوق بشر هیچ حکومتی نمی‌تواند پایدار باشد، چه حکومت عراق باشد یا هر حکومت دیگری. منظور شما را فهمیدم. یک مورد خاص نقض حقوق بشر که چند روز پیش اتفاق افتاد این بود که نیروهای امنیتی عراق به اردوگاه مجاهدین خلق ایران حمله کردند. آنها سال‌هاست که در خاک شما مستقر شده‌اند. کارمندی از گروه مستقل حقوق بشر و تحت حمایت سازمان ملل میگوید که حداقل 30 نفر در این حمله کشته شدند. شما با آن پیشینه‌ای که دارید نسبت به آنچه که در اردوگاه اشرف اتفاق افتاد چه احساسی دارید؟ اردوگاه اشرف فقط یک خانه یا یک اردوگاه کوچک نیست. صحبت از 50 کیلومتر مربع از خاک عراق است و این خاک نمیتواند آنطوری که سازمان مجاهدین ادعا میکند ایران آزاد شده آنها باشد یا سرزمین مقدسی برای این سازمان، سازمانی که بر اساس قانون اساسی عراق فعالیتش ممنوع است. پس شما استفاده از زور به این حد که سازمان ملل آن را غیر قابل توجیه دانسته تایید میکنید؟ نه، ما مطلقاً استفاده از زور را محکوم نمی‌کنیم. در مورد آنچه که در اردوگاه اشرف اتفاق افتاد تحقیق خواهد شد. حکومت عراق به سازمان ملل، به سفیر آمریکا و نیروهای آمریکایی مستقر در آنجا امکان دسترسی به اردوگاه را داده است تا به آنجا بروند و ببینند چه اتفاقی افتاده است. این در حقیقت اتفاق بسیار مشکوکی است و ما مایلیم که در این مورد تحقیق کنیم، چون این افراد به روش‌های خیلی خاصی کشته شدند، نه آنطور که ممکن بود توسط نیروهای امنیتی کشته شوند. احتمالاً عده‌ای از آنها طی عملیات نیروهای عراقی مجروح یا کشته شدند. به هر حال طبق قانون اساسی عراق مجاهدین خلق هیچ حقوقی ندارند. عراق در حق آنها سه تعهد کرده است. اول اینکه آنها تا زمانی که در خاک عراق زندگی می‌کنند باید به قوانین و مقررات عراق احترام بگذارند. دوم، هیچ یک از اعضای آنها به ایران استرداد نخواهد شد. و سوم اینکه نیازهای حقوق بشری یا نیازهای بشری آنها تأمین خواهد شد. ما باید صحبتمان را تمام کنیم، ولی یک سوال. ما زیاد در مورد تعهد شما به دموکراسی صحبت کردیم و خود شما هم الان از آمریکایی‌ها گفتید. سوال این است که آیا شما از تمام نیروهای آمریکایی خواهید خواست که تا پایان امسال خاک عراق را ترک کنند یا تعدادی از آنها می‌مانند؟ طبق قرارداد کنونی یا قراردادی که برای خروج نیروهای آمریکایی داریم، آنها تا پایان سال 2011 این کشور را ترک خواهند کرد. همه آنها و حضور آنها تمدید نخواهد شد و قرارداد فعلی هم تجدید نظر نخواهد شد. آمریکایی‌ها گفتند که مایلند تعدادی از نیروهایشان در عراق بمانند تا از دستاوردهای شما حفاظت کنند، ولی شما هیچ کس را نمی‌خواهید؟
هیچ قراردادی برای حضور نیروهای نظامی نخواهیم داشت، ولی با توافق دو جانبه وزارتخانه های این دو کشور، یعنی وزارتخانه های دفاع و وزارتخانه های کشور، تعهداتی میتواند صورت بگیرد. تعهداتی در مشاوره و مبارزه با تروریسم و آموزش نظامی، ولی این از طریق توافق دو جانبه خواهد بود، نه اینکه بخواهیم با قرارداد جدیدی حضور آنها را قانونی کنیم. هوشیار زیباری، از حضورتان در برنامه هارد تاک متشکرم.